سلام ارادت خانم نریمانی عزیز، جلسه رفع اشکال رو در خدمت شما هستیم. خب اول ما سعی می‌کنیم که کلمه به کلمه بررسی بکنیم، کلماتی که مطابق در واقع اصلاح بشه رو براتون بفرستیم. این کشیده ها خوب هستن، فقط این که حتما سعی کنید که این حرف یه رو یه مقدار رو به جلوتر و موازی یعنی مشابه قبلی بشه. اگه 10 تا ما بخوایم یه بنویسیم مثلا به این شکل ریتمشون یکی باشه، یعنی همشون رو به جلو به این شکل باشن و به سمت پایین تیز نباشه. و کلمه سعدی هم دندونه هاش رو سعی کنید کامل اجرا بکنید. کلا این حرف دال قلم اندازش به این صورته که شما باید کمی به سمت جلو به این شکل بیاد و پایین نباشه، تیز مستقیم. و میریم سطر بعدی. کشیده جهان خوبه، خرم رو نمیدونم، فکر نکنم کشیده نوشته باشم، فکر کنم اینجوری باید باشه، حالا نمیدونم، ولی درست نیست دو تا کشیده اگه پشت سر همینجوری بیاد لحاظ اصولی درست نیستش. و از آنم، این آنم اتصال نون به میم به این شکل نباید باشه، باید با این دور تقریبا هم ظریف هست و فقط سر میم رو باید پهن بنویسید و ادامهش رو به این شکل با ضخیم نویسی شروع کنید و به ظرافت بیارید. الف که نیاز نیست اینقدر ضخیم بشه، یه ذره نازک‌تر. جهان خوبه، دایره‌اش رو یه مقدار سعی کنید یه تیکه بنویسید که به این فرم زیبا در بیاد. خرم از اوست، اگه خرم هست دیگه یعنی اتصال خ به ر هست، پس این ر رو باید حتما کوتاه بنویسید. اگه خیر باشه مثلا این دندونه دیگه اینجا باشه بین ر و خیلی، شما باید نه ذره بلندتر به همین شکل نوشتید بنویسید. سطر دوم، عاشقم، اینجا شبه قاف، هم دندونه ها رو باید واضح تر بذارید، هم حتما قاف توی خالی، هم فاصله بین قاف تا میم هم باید بیشتر بشه. و کلمه همه، این قسمت اتصال میم به ه رو به این شکل، عالم، اتصال لام به میم هم باید دقت بکنید، یک الف از زیرش هم میم رو به این شکل مستقیم وصل کنید. در ادامه کلمه همه دوم خیلی خوب، عالم اینجا بهتر نوشتید باز، ولی خب باز نیاز به اصلاح داره چون الفش به این شکل هست. و اوست درسته. سطر بعدی، غنیمت، عالی، شمار یه ذره باید ضخامتش کم بشه، فقط ضخامتش تو میم هست، از میم به بعد دیگه باید نازک بشه. و ای دوست خوبه، آفرین، ایسا، صبح رو براتون بنویسم، اینجا هی رو پشتش نباید تیز بشه به این صورت، ببینید به این شکل میاد. حالا کشیدم اون رو کامل، اینجا یه گردش داریم، اینجا هی رو به این حالت اجرا میکنم. و تا دل مرده مگر زنده کنی که این دم از اوست. خب اینجا کلمه زنده، نون به دال و هر و فاصله اجرا میکنیم. میریم سطر بعدی. نه فلک راست، مسلم، مسلم بسیار عالی، فلک راست هم مشکلی نداره، این ملک هم خوب نوشتید و این حاصل هم بسیار عالی. آنچه در سر سویدا، اینجا هم خیلی کلمه سر رو عالی نوشتید. آنچه رو براتون یک بار دیگه بخوام بنویسیم، در واقع زیر نون باید نازک بشه این قسمت ها. و این ادامهش عالی هست. سطر بعدی، حلاوت رو براتون بنویسم، این شکل زیرش که ضخامت شد دیگه بالا میاد دیگه نازک بشه الف. و به این شکل ت رو هم صورت ضخامت کامل بنویسیم. کلمه شاهد رو ببینید، دو چشم، کشیده کامل، دال به سمت داخل میره. و ارادت ببرم، باز اینجا رو ضخیم کردید که اصلا نیاز نیست ضخیم بشه، ضخامتش فقط این قسمت بالا هست، ادامه دیگه ره رو باید تقریبا نازک به سمت پایین بیارید. درمان هم، اینجا هم کشیده هم عالی. سطر بعدی، آفرین، اینو خیلی خوب نوشتید، کشیده رو اینجا هم همینطور، به نشود به باشد، درسته.
خب اینجا زخم رو هم فقط باید شیبش رو کم، یعنی در واقع یه ذره عمق کشیده رو با این دور بیشتر بیارید. این شکل این دورش رو ببینید حتما رعایت بشه و اینجا میم رو به سمت پایین حرکت کنه. لحظه رو براتون می‌نویسم. سعی کنید روی جویده ها هم حتما دقت لازم برای اجرای اتصالاتش داشته باشید، یعنی از این کلمه ساده نگذارید، مثلا مرا یا لحظه یا مثلا درد، اینا رو احساس می‌کنید ذره سریع‌تر می‌نویسید چون کشیده ها تمرکز دارید، در صورتی که همه‌شون رو باید در واقع یه ذره بیشتر براشون وقت بذارید، با تمرکز بیشتر فرم کامل کلمه رو بتونید اجرا کنید. و سطر بعدی، غم و شادی برای عارف. خب خوبه، خیلی مشکل خاصی نیست اینجا، فقط کلمه شادی رو باید یه روی ذره در واقع خیلی به سمت داخل نره که عمود بشه، به این فرم روان باید اجرا بشه. تفاوت فقط مشکلش اینه که فی باید توی خالی باشه، کشیدش عالیه. اینم ساقیا نباید بالاتر از در واقع خیلی بالاتر بره از بقیه کلمه ها. این همینجا میتونستید با این فرم بیارید پایین تر و با همین ریتم ادامه بدید برید جلو. و خود کشیده سا هم نیمت هست، این خیلی نباید بلند بشه. این شادی رو عالی نوشتید اینجا و آره که این غم پایینجه براتون اتصال که به یه بنون. این نون ها رو باید تختر و موازی با خط زمینه تمام کنید به این صورت و به این حالت به سمت پایین نباشه، شیبدار، خیلی شیبدار به سمت پایین. این با این یه متفاوت از فرمش، این به سمت جلو میاد و موازی با خط زمینه تمام میشه ولی این مایل و شیبدار است. بریم سطر آخر، یکی مونده آخر، پادشاهی. خب اینجا ه و یه رو باز روی یه مجازی شما تمرین داشته باشید، خیلی زخیم نشه و یکسان براتون بنویسم به این فرم و این حرکت دست که باید کامل انجام میشه. اتصال که به سین رو از همین بالا باید شروع کنی، از زیر نگیری، از همین بالا شروع بشه و کشیدم یه ذره کوتاه‌تر، یعنی تا اینجا کافی هست. روی نون هم خیلی با تمرین داشته باشید تا فرم دایره‌ای خودش رو به این حالت بتونید اجرا بکنید. و کشیده همه بسیار عالی، پشت عبادت اینا درست هستن. خم رو هم براتون می‌نویسم، البته زخامتش خوبه ولی باز میگم فرم کشیده رو روش باید تمرین داشته باشید که یه ذره ما بهش باید به عمق بدیم در واقع بهش به این صورت. و میایم سطر آخر، سعدیا گر بکند سیل فنا. خب اینجا سعدیا رو ببین، مثلا اتصال سین به این رو باید واضح تر انجام بدید به این شکل، هم سین مشخص باشه هم این. حالا اینجا معلوم نیست سین چند تا دندونه گذاشتید، این هم سر مثلثی شکلش خوب در نیومد ولی کشیده زخامتش خوبه. سیل مثلا اینجا این باید نیم مد ها رو کوتاه‌تر کلن بگیرید، این همین اندازه کافی هست، اینقدر نباید بلند، این میشه کشیده کامل. فنا رو خوب نوشتید. سطر آخر، دل قوی، آفرین، خوبه که بنیاد رو هم خوب نوشتید ولی باید دندونش از بالاتر شروع بشه با این فرم، این از بالا به پایین باشه، اینجا موازی نباشه، شیب داشته باشه. اینجا بقا رو عالی نوشتید، محکم هم خوبه و این درس رو در مجموع میشه گفت که به خوبی تمرین کردید. من تصویر رفرش کال رو هم براتون میفرستم به همراه درس جدید. موفق باشید.